بهار سلام و روز بخیر دوستای عزیز. خدا کنه که همه شما دارای صحت کامل باشین، صحتمندی، سلامتی و کامیابی همه شما هموطنان عزیز آرزوی ماست. به همین آرزومندی که تمامی هموطنان ما دارای صحت کامل هستند، برنامه امروز آغاز میکنیم. در ابتدا شما مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیون تا نوت کنید. مواد لازمه کرایی: گوشت با بادام، گوشت سرخی گوساله نیم کیلو، پیاز 2 عدد، مرچ تازه 2 عدد، سیر 6 دندانه، بادنجان رومی 3 عدد، گشنیز تازه میده شده نیم گیلاس، هل کلان 10 عدد، بادام 100 گرم، خوشخوش 2 قاشق غذاخوری، گشنیز خشک 1 قاشق چایخوری، زیره میده شده 1 قاشق چایخوری، مرچ سرخ 1 قاشق چایخوری، روغن 80 میلی لیتر، نمک به قدر ضرورت. در ابتدا گوشت ریزه میکنم. و دیگه بخوره بالای منقل بگذارم. یک مقدارک آب دش اضافه میکنم. روغن البته هیچ نمیپرتم. به اندازه 1.5 گلاس آب اضافه میکنم در بین زیر. گوشت قبلا شسته میره ریزه میکنم. گوشت تمامش ریزه شد، ایره اضافه میکنم بالای امی ها بکن. بعد دیگه اضافه کردیم. یک دونه پیاز هم ریزه میکنم. پیاز هم اضافه میکنم بالای یخنی. دو دندانه سیرم میده میکنم. سیرم اضافه میکنم بالای گوشت و پیاز و یک قاشق نمکم بهش اضافه میکنم. نمک کمتر میندازم، باز بعدنم کم نمک دیگه بهش اضافه میکنم. شور میکنم، سرش بسته میکنم و ایره بخار. تا ای بخار میگیره دیگه کاراست که انجام میدم. یک عدد پیاز دیگه مونده که ایرم ریزه میکنم. پیاز ریزه کرده میره دیگه ظرف دیگه مندازم. سیرم خورد خورد میده میکنم. سیرم خوب میده شد، ایران بالای پیاز اضافه میکنم. و دیگم خوب بخار گرفته، چند دقیقه دیگم میمانمش خوب گوشت نرم شود. یک مقدار بادام است که قبلا پوست کردیم، اینا را به شکل فلار نازک نازک ریزه میکنم. بادام هم تقریبا ریزه شد.
به شکل خلا. یک کرایی دیگر میمونم بالای نانکار. بدون از اینکه روغن اضافه کنم، فقط این کرایی را میمونم کمی گرم شود و خوشخوشتش اضافه میکرم. بندازی دو قاشق نان خوری خوشخوش است، ایره در کرایی اضافه میکنم. این کرایی را که آماده میکنم، کسایی که سفید پوست هستن یا مزاج سرد دارن کوشش کنن که به نمی ترتیب کرایی آماده کنن و نوشیجان کنن. به خاطر از اینکه گوشت گوساله و گوشت اون عمومن ما شما میخوانی که سرد است، از امون خاطر باید به می ترتیب کرایی آماده شود و کسایی که مزاجشان سرد است کوشش کنن از این بخورن. انشاءالله امون تکلیف های پای دردی و جان دردی که دارن از سردی که پیدا میکنن از بین میره. خب اینو کوشش کنین که زیاد سر آتش نبانین، که فقط یک دقیقه سر آتش مانین، بازی یک کمک چرخ بتین که زیاد رنگ ازی تیز نشه. بادام هم اضافه میکنم، یک مقدار زیره میمونم باز بعد ازی استفاده میکنم. باید دیره زود از سر آتش پست میگیره شورت کنده این شکل که رنگش بسیار نسوری و یا نسوری. پیاز و سیری رام که میده کردیم، این رام بدون از روغن پتی میره دنی اضافه میکنیم. با مو مقدار آب که خود پیاز داره ایره چند دقیقه چرخ میده. فقط برای یک دو سه دقیقه سرپوش از زیره میمونم که امی آب پیاز مکمل خشک شود. دیگه بخار به می اندازه که بخار گرفته، حرارت من خاموش میکنم که تا بخار از این ختم شود. دو عدد مرچ تازه است این ریزه میکنم. ایرام ریزه می کنم. حرارت من قلع خاموش می کنم. مرچ ریزه را دیگه اضافه می کنم. سه عدد بنجر می سیرم ریزه می کنم. این کرایی گوشت مردم بنگلادش آماده می کنن. با می که یک تعداد مردم از اونا کمک رنگشان به حساب گندمیز یا سیاچیر هستن، اما تعداد مردم هایی کشان سفید پوست هستن این کرایی را آماده می کنن. بخاطر که دستا بادام و خوشخوشک اضافه کردن، چون امی خاصیت گرم به خود میگیره، از او خاطر ایره در وقت که زمستان میباشه ایره زیادتر آماده میکنن و نوش جان میکنن. بانجور میام تقریبا ریزه شد. ایران بیاد زرد دیگه اضافه میکنم. یک مقدار گشنیز تازه است ایران ریزه میکنم.
بخار دیگه هم ختم شده. سر دیگه باز میکنم. یک بار گیره خوب شور میتونم که امو سیر پیازش مکمل حل شود. دیگه روی رو پس میکنم و باید دیگه بخارم. کروی دیگه رو بالای منقل میگذارم. منقل دوباره روشن. بندازی 80 میلی لیتر روغندش اضافه میکنم. بعض دوستان میگن که همیشه شما 80 میلیلیتر یا 60 میلیلیتر روغن اضافه میکنین. این به خاطر که یک اندازه که متوسط است که مساوی به 4 قاشق نان خوری میشه. که همیشه ما شما میگیم که باید روغن کمتر استفاده کنین. به او خاطر من 80 میلیلیتر روغن همیشه استفاده میکنم. چون یک مقدار بسیار مهین است. یک گوشت را به جلو میکشم که آبش مکمل بره. گوشت رو من اضافه میکنم. تقریبا 10 عدد ایل کلان ایره اضافه میکنم. با خاطر از اینکه طعمش بسیار خوبش میسازه. 4 دانه انداختیم. 10 دانه. 10 دانه ایل کلان داشت اضافه میکنم. ایره میمونم که یک اندازگر بریان شود. امروی زمین هیل کلاب. وقتی که هیل کلان در روغن سرخ میشه بسیار یک بوی خوش ازش مبرایه. ایره چند دقیقه میمونم که تا هیل سرخ شود. بانجورومی مرچ تازه را اضافه میکنم دهی. امی پیاز و خوش خوش و بادام را که بریان کردیم ایرا اضافه میکنم دهش. با اضافه کردن خوشخاش و بادام ذائقه ازی بسیار خوبش میشه. دوستای عزیز بدون ازی که بگوین هیچی پخته میشه یا چی پخته میکنن یک بارک امتحان کنین. بسیار کار ساده و آسان است. خب هفته یک بار دوبار حتما در خانهتون گوشت پخته میکنین. یک روزک به این شکل یک کرایی آماده کنین. بعد از او فیصله کنین که آیا میخوبش میه یا خراب. و این مقدارک یخنی که قبلا از گوشت گرفتیم ایران اضافه میکنم بالای زمین. یخنی ازیم سایه یک قاشق گشنیز خشک اضافه میکنم بالای ازی. یک قاشق گشنیز خشک میندازم. یک قاشق کم مرچ سرخ و یک قاشق کم زیره میده شده. اینا را که همشم رای مخلوط کن میده کردیم ایرام اضافه میکنم بالای میگوشت.
ایره چند دقیقه میمونم که تا هاوزی مکمل خشک شوه و سر روغن ده. کرایی دیگه آماده کرده بودیم، آبش خوش شده و سر روغن اومده. حرارت خاموش میکنم و یک بشقابه امروی بانجورمی و کمک برگ یا سبزی نوشپیاز تزیین کردیم، ایره میکشم. واقعا دوستای عزیز امی لذت شما به نزدیک نیستین، یک بوی بسیار خوشمزه و خوشتم هزی بیرون میشه. یک بارک شما هم امتحان کنین، در خانهایتان آماده کنین، انشالله 100% خوشتان میاد. اینقدر کفایت میکنم. گشنیزی که قبلا ریزه کرده بودیم دیرون بریوش اضافه میکنم. هم ذایقش خوبش هست و هم شکلش مقبولتر نشان میده، به خاطر که یک مطلع مشهور ما شما داریم که میگه آب از روی کاسه خوردن میشه. و بادم که مقدارک شور داشته بودیم ایران برای زینه اضافه میکنم. دوستای عزیز، ای بود کرایه گوشت که امروی بادام بر شما آماده کردیم. خدا کنم مورد پسند